دختری و مادر این فریده خانم، ای از همون قدیم شجاع بود. من یادم همون روزای نخست انقلاب بود و من در دانشکده پزشکی مشهد، در دانشکده پزشکی مراسم خیلی گذاشتم اوائل. از همون اول ما شروع کردیم اینا رو انگولک میکردیم، از روز اول بچه هایی که عمرشون قد بده یادشون میاد، سخنرانی مهم میذاشتیم با مشتهد شبستری که الان زنده است، آقای لاهوتی که کشتنش، علی تهرانی استاد زنده است حمله کردن به اونجا، طاهر احمدزاده و حسین خمینی و از جمله ما سخنرانی دیگه گذاشته بودیم در دانشکده پزشکی برای آقای تهرانی، یعنی شوهر خانم بدری. و ایشون چون موقع از خبرگان اونا و تهران نبود، نتونست برسه، نتونست برسه. بعد من رفتیم خونه دیدیم نایمده از تهران، بعد خانمش گفت اب نداره، بیا من میام که خودم بگم اونجا که فکر نکنن تو دروغ میگی، باش دیل نکرده بودی برای حفظ آبروی تو، من خودم میام اونجا صحبت کنم. گفتم شما میای دانشگاهی؟ گفت بله. آقا سوال باشون گرده خانم رو، درود دارم بهش، خیلی کار قشنگ کرد. بعد ما رسیدیم دانشگاهی پزشکی مشهد، چند ماه از انقلاب گذشته بود، اپوزیسیون هم ما بودیم، همین هم اپوزیسیون صحبت میکردن. بعد اون اولین کسی بود، آقای تهرانی که گفت خمینی جلاد ستمکار، گفت آقا نکش، گفت بخیر خالی من خودم دیدم، گفت آقا نکش دیوانه ای، تو گربه رو میکشی، حالا آدم ها رو میکشی. خندید گفت بابا این حالا باید اسب سوار شیم از این حرفا. حالا بگذاریم، ما رسیدیم جلو دانشکده پزشکی، سیل جمعیت، انبوه جمعیت، همه هم بیشترشان مرد بودند. این پسرا ما گفتیم حالا ما چجوری توی آدم ها بریم خانم رو ببریم پشت تریبون؟ گفتم خانم برگردیم. گفت چرا؟ گفتم تو نمیشه شما را وا بکنیم ببریم. گفت بیا تو پشت سر من، بیا میریم. من تعجب کردم، اینا که میگن دست نامحرم به ما نخوره، فلان چه، چقدر شجاع، واقعا گرد آفریده. آقا ما رفتیم جلو، گفتیم بچه‌ها روا کنین، را به زور ما میکردن، یعنی تو جمعیت ایشون رفت تو که من پشت سر رو رفتم تو. و بعد رفت پشت تریبون دانشکده پزشکی و عذرخواهی کرد که شوهرش نرسیده و از من تشکر کرد و اینها. حالا دخترش آقا توییتای می نویسه که علیه رژیم و کلیتش و اقدامات و کاری کردن. متعجبه. به خاطر همین میگم که شما قدرت روحیه رشادت بگیرید، مردم نترسید. شما همین بانوی سلحشور ایرانی رو ببینید، یه حزب اللهی تو خیابون مزاحمش میشه به خاطر حجابش و اینا، بیا بعد این وقتی میره اونو میزنه، بانو این زن از خودش اینقدر زیبا دفاع میکنه، میزنه این یارو رد و بارش بره، نگاه یه زد حالا میکنه، حالا خانمه میزنه اینو، ولی این مردم بی غیرت اونجا باید بزنن این مرتیکر رو، این تازی رو، این سید تازی رو باید بسنیدش. نگاه آمدن نگاه میکنند، صفا میکنند، بی غیرت ها، نازن مردم، ناموس مملکت اینان، زنان شیر زنان ایران امروز، عزیزان من اینان، از اینا باید یاد بگیرید. رهبران آزادی بخش امروز ما این زنان، این بانوان سلحشور آزاده. من قبلا به آگاهیتون رسونده بودم، خط مشتبه اینه که سادات تازی است، خطش اینه که صاف کنه و به غرب هم گفته، غرب که نیست، به همون گلوبالیسم جهانی که آقا ما هستیم، اینا همه رو تربدون میکنین. تازه بعد فلسطین هم که جریان اخیر دیدین، اینا شادی میکنن، اینا شکست خودن، کشتنشون، قتلامشون کردن، همینا تو تونل ها کشته شدن، تمام تروریست ها و خجنه از بین رفتن. اون مشکل هم که داده بود پوتین و میلیاردها دلار گرفته بود، همون هم خب علیکی هم مصرف شد دیگه، تموم شد قضیه، یعنی مسئله فلسطین هم تمومه. متوجه میشین؟ ایشون مسئله فلسطین رو خیلی وقت حل کرده، مشتبه پیغام هایی که برای اسرائیل فرستاد اینا، برای همین الان تو گلوبالیسم جهانی هیچ کس اصلا غیر از سیاوش حرفش، شما شنیدین کسی اسمش رو بیاره مشتبه رو حرفش رو بزنه این موارد رو بگه؟ همه قشنگ آمادن که
مرگ باباش امسال، امسال احتمالا من چون بهتون پیش از این گفتم که خامنه اصلی مرده، این ربات کامپیوتریش که کار میکنه، رهبر اصلی مشتباس از پشت صحنه. هیچ کدوم از اینایی که میبینین اصلا ماه به ماه هم سال به سال خامنه ای رو نمیبینن، مگر اینکه تو همین نشستای عمومی میشینن، بعدم صحبت خصوصی هم با هیچ کدوم نداره. رو همین لیست و انتخابات و اینا 5 روز شورای نگهبان تعطیل کردن. 5 روز عمشون فکر کردن میتونن برن خود خامنه‌ای رو ببینن، بگن آقا بیا یکی از اینا را بذار تو دیگه، بنده خود اسحاق جهانگیر رو بزنیمش دیگه، حالا لاریجانی رو بزنیم، گریه داره میکنه، گریه به گریه افتاده. هیچ کدوم اینا رو اصلا نتونست بتن ببینن، تازه مشتبه رو نتونست ببینن. مشتبه هم آدمش رو بینا فرستاد پاسدارش، گفت برید کارتون رو بکنید. آره چرا شما از خاطرش جمعه؟ یعنی خود خامنه‌ای هم اینو گفت، من پخش کردم صدا شراتون، گفت من نباشم بعض همه شما گم میشه. یعنی مشتبه ساخت و پاخته خودش کرده با اینا. شما اگر یک رضا شاهی بلند نشه و این سعادات تازی رو از این سرزمین مثل کاوه آهنگر، مثل بابک، مثل اسپارتاکوس که برای نجات یهودی ها برخواست، اسپارتاکوس شکست خورد ولی کوروش اومد، کوروش زن پیروز شد، موسی آمد نجات داد، بابک ما رو زدن کشتن، بابک خرم دین رو، همون قدیمی هر میگم ها، الان بابک خرم دین پیروز باید باشه، الان یه یعقوب لیث باید باشه. و اما نترسین، پی میگم بت پرست و تکیل، همون یکی بود بلند شه. دیدید که حتی از پاسدارای خودشون میترسن که حتی تو نامزدها، تو کاندیداها بذارن. تا این قدر واسشون جمعی نترسید اونجا بشینید بگید برای خیلی چیزایی که نمیزنن شما رو بکشن. از این زن رو یاد بگیرید، از این زن یاد بگیرید که آخونده رو چجور ترد با داغونش میکنه، از این زن یاد بگیرید که این آخونده بایست آدمایی که اونجا هستن بزنن لتو پارش کنن، صندلی گذاشتن که این اولاق مثل 1400 سال پیش که حمله میکردن با شمشیر مغلاقل داشتن میادن زن و بچه شما رو بهش تجاوز میکردن، مردان سر میبریدن میکشتن، بچه هاتون هم غلام بچه بهشون تجاوز میکردن، خب اوقع میکشتن، الان که نمیکشن آقا تو صندلی میذاری مردی که آخونده اونجا بشینه به زن و ناموس مملکت توهین کنه؟ خب غیرتی میگن واقعا من اینو ببینم شوخی